این دومین انفجار است که در یک روز و در فاصله نزدیک به 2 کیلومتری یکدیگر مربوطات حوضه نهم شهر کابل را تکان داد. شدت این انفجار قوی حتی در 1 کیلومتری این رویداد شیشه های بسیاری از منازل و دکان ها را شکستانده است. تا حال در مورد جزئیات این انفجار مسئولین چیزی نگفتند، اما شاهدان عینی در مورد این رویداد چنین میگویند: دوستان کوشش کردیم که اگر انفجار بسیار خطرناک شد، ببینیم وضعیت که ببینید دکان های ما یک شاگرده که ما زخمی شده کمکی دیگه فضل خدا قلر دسته تقریبی که ببینی شده ساعت دیگه 15 کم هستم تو را بوده شده بودم گرم صدا کرد شاگرده که ما زخمی شده دو تا نان خور بودم اینجا زخمی شد دیگه بچه ها خیلی زخمی شدن اینجا دکان خساره من شده دونم پیش پول از پول یکمکی طرف تر ما یک جسد دیدم که دستاش قطع است پایش قطع است به روی افسوده بود کلش معلوم نمیشه مقصد به روی بود کون جوایی بود هم تو معلوم میشه جسد است دیگه چیز معلوم نمیشه توتای گوشت در داخل سرای دیدم در سر بانات موتر در سر بانات موتر هم توتای گوشت افتاده بود عکس هم گرفتم در تلفن در این حال یکی از مالکان جایداد تخریب شده که نخواست چهره و آشکار گردد در مورد چنین گفت ایالات متحده و غربی ها است پای اسد بای آسیایی نیست این سلوان است که گاردای خود سفارت امریکا می باشد ما او کمولات است ما یو اینو در دی اف پی و این کلاینت های بوست اینجا بسیار مرده آزدا بوده زده خود کمر این دیوال کمپی که دیوال کمپ زده این هم زده این هم زده این قسمت از این زده شمال از این با وسط است فقط 6 متر در بین است بین 6 متر زده این هم زده او هم زده اینجا بسیار تلفات داره اینجا بالاتر از 30 تا خاجی را بردن ولی اینجا بردن ولی به گفته وی در این کمپ بیشتر از 350 دیپلمات بین المللی بود و باش داشتند. وی همچنان گفت که شماری از اتباع خارجی در زیر سقف کلاب ورزشی این کمپ گیر ماندند. مالک این جایداد میگوید که این انفجار در وسط دو کمپ خارجی که به نامهای سینین و کمولات میباشد رخ داده است. بر علاوه این در محل رویداد شمار زیادی از هلیکوپترهای نظامی نشست و برخاست میکنند. اما هدف این حرکت ها تا کنون واضح نشده است. این در حالی است که صبح امروز نیز در نزدیکی دروازه شرقی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یک انفجار صورت گرفت که به گفته مسئولین ناشی از انفجار مواد جاسازی شده موتر حامل یک حمله کننده انتحاری بوده است. در مورد هدف حمله شام امروز تا حال جزئیات بیشتر در دست نیست و کسی مسئولیت آن را نپذیرفته است. با آغاز سال 2016 میلادی این سومین حمله ای است که در شهر کابل صورت می‌گیرد.